سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز. قربان علی دوری نجف آبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس خبرگان را با اهمیت توصیف کرد و گفت مردم باید برای انتخاب نمایندگان این مجلس با هوشیاری هرچه تمامتر و تدبیر حکیمانه عمل کنند. آقای دوری نجف آبادی همچنین کاندیداتوری برای زنان در مجلس خبرگان را مجاز دانست و گفت اگر خواهری شرایط کاندیداتوری در این انتخابات را داشته باشد، ایرادی ندارد که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند. این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان گفته خود رهبری را حفظ کند، اما باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم. حسن روحانی از اینکه در جمهوری اسلامی نخبگان به دلایل قومیتی، مذهبی و اعتقادات سیاسی کنار زده می شوند انتقاد کرد. آقای روحانی در مراسم تجلیل از استادان و نخبگان ایران با ابراز تأسف از این موضوع گفته است ما به بهانه های مختلف همدیگر را کنار می گذاریم و با انگ های مختلف عده‌ای را منزوی می کنیم. به همچنین از جایگاه ایران در پیشرفت های جهانی نیز انتقاد کرد و افزود همه کشورها در پروژه‌های بزرگ جهانی سهمی دارند، ما کجای آن هستیم؟ رئیس جمهوری ایران تاکید کرد کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود. سخنان حسن روحانی در انتقاد از جایگاه ایران در پیشرفت جهانی در حالی است که علی خامنه‌ای بارها از پیشرفت‌های علمی و فنی در جمهوری اسلامی سخن گفته و آن را ستوده است. رشته حقوق بشر از میان رشته‌های دانشگاه تهران حذف شده است. وبسایت فرارو در گزارشی در این زمینه نوشت حذف رشته حقوق بشر دانشگاه تهران از دفترچه‌های انتخاب رشته کارشناسی ارشد بدون اطلاع اساتید دانشکده حقوق صورت گرفته و پیش از برگزاری کنکور نیز در زمینه آن اطلاع رسانی نشده است. مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه ای بارها بر اسلامی کردن علوم انسانی در دانشگاه ها تاکید کرده و گفتند رشته های علوم انسانی باید به تدریج از دانشگاه ها محو شوند. به نظر می رسد بازنشسته شدن اجباری اساتید، حذف واحدهای درسی و محرومیت دانشجویان از ادامه تحصیل در راستای همین استراتژی است. در حالی که خبرگزاری‌ها از شکست چهارمین دور مذاکرات هسته‌ای خبر می‌دهند، عباس عراقچی با بیان اینکه مذاکرات شکست نخورده روز گذشته در مجلس گفته یکی از عمده‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن این دور از مذاکرات پافشاری آمریکا برای مذاکره بر سر موشک‌های دوربرد ایران بوده است. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی رسیدن به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران در گفتگو با ایسنا اعلام کرد هنوز هیچ تاریخ و محل مشخصی برای دیدار میان ظریف و اشتون قبل از دور بعدی مذاکرات که 26 تا 30 خرداد است تعیین نشده است. بنابراین گزارش برخی سایت ها از برگزاری ملاقات دو جانبه میان اشتون و ظریف در استانبول تا 2 هفته دیگر خبر داده بودند. در همین حال حجت الله خدایی سوری از نمایندگان مجلس با اشاره به حضور عباس عراقچی در مجلس گفت یکی از موضوعات کمیته روابط خارجی این کمیسیون بررسی مذاکرات وین بود که عراقچی به همین منظور در جلسه این کمیته تخصصی حضور یافت. وی گفت عراقچی در این جلسه اعلام کرد که در برخی از مسائل با 5 به علاوه 1 به نتیجه نرسیدیم، ولی پیگیر هستیم که در فازهای بعدی گامهای خوبی در توافق هسته‌ای داشته باشیم. خدای سوری با بیان اینکه عراقچی گفت که اختلافات ما با 5 به علاوه 1 در برخی موارد زیاد است تصریح کرد طبق گفته عراقچی تفاهم در هر موضوعی فعلا مقدور نیست و دور بعدی مذاکرات 26 تا 30 خرداد ماه برگزار می شود، ولی در این فاصله امکان مذاکرات غیر رسمی نیز وجود دارد. وی افسود عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همچنین اعلام کرد که مذاکرات مراحل خود را ادامه می دهد، ولی هرچه جلوتر می رویم مذاکرات سخت تر خواهد شد و ما امیدواریم که تا 30 تیر ماه به توافق برسیم، ولی اگر این توافق حاصل نشود کار سخت تر خواهد شد. در همین راستا یک عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است
عراقچی در کمیسیون امنیت ملی یکی از عمده‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن این دور از مذاکرات هسته‌ای در وین را پافشاری آمریکا برای مذاکره بر سر موشک‌های دوربرد ایران عنوان کرده است. ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت آقای عراقچی اعلام کرد که تیم مذاکره کننده به هیچ وجه حاضر به گفتگو بر سر موشک‌های دوربرد در این دور از مذاکرات نشد و تن به این خواسته آمریکایی‌ها نیز در مذاکرات آینده نخواهد داد. این عضو کمیسیون امنیت ملی در ادامه با بیان اینکه انتظار ما از وزارت خارجه این است که در هیچ شرایطی به خواسته آمریکایی‌ها برای مذاکره بر سر توان دفاعی کشورمان تن ندهد تصریح کرد، چه موشک‌های دوربرد و چه موشک‌های کوتاه‌برد نیروهای مسلح کشورمان خط قرمز نظام است و این مسئله بارها اعلام شده و آمریکایی‌ها نیز بدانند که اگر در مذاکرات این مسئله را پیش بکشند یحتمل مذاکرات به بن‌بست کشیده می‌شود. در تحول دیگر هم وزیر خارجه ایران پس از بازگشت از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 به تهران در پیامی توییتری نوشت بازگشت از وین پس از مباحث سخت توافقی شدنی است. نیاز است که توهمات کنار گذاشته شود. نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. این ابراز امیدواری در حالی است که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران روز شنبه در مورد دور چهارم مذاکرات گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد که آمادگی برای نگارش متن توافقنامه با کشورهای 5 به علاوه 1 وجود ندارد. در همین حال یک مقام ارشد آمریکایی نیز مذاکرات هسته‌ای در وین را آهسته و دشوار توصیف کرده و گفته بود شکاف‌های مهمی بین مواضع دو طرف کماکان وجود دارد. از سوی دیگر حسین شریعت مداری نماینده رهبر ایران در روزنامه کیهان نیز گفته بود که خوشبختانه دور چهارم مذاکرات در وین بی نتیجه ماند. روزنامه کیهان در مقاله روز یک شنبه خود نوشته بود مذاکرات هسته‌ای به دلایلی که پیش از این بارها گفته و نوشته ایم هرگز به نتیجه مطلوب نمی رسد. کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران نیز روز جمعه درباره مذاکرات هسته‌ای گفته بود دستاوردهای هسته‌ای ایران در سایه خون شهدا به دست آمده و قابل تعطیلی نیست. این اظهارات در حالی است که مقامات مختلف ایرانی همواره از تأثیر بسیار منفی ادامه تحریم‌ها علیه ایران و لزوم دستیابی به توافق نهایی در مناقشه هسته‌ای سخن گفتند. روزنامه شرق روز یک شنبه از قول محمد جهرمی وزیر کار و تأمین اجتماعی دولت اول محمود احمدی نژاد نوشت که پرونده هسته‌ای همه سال بیش از 160 میلیارد دلار به کشور ضرر زده و مذاکرات مربوط به ژنو باید 18 سال پیش انجام می‌شد. دور چهارم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز جمعه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید و مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند این مذاکرات پیشرفت محسوسی نداشته است. پس از بی‌نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات در وین اتریش عباس عراقچی خبر داده است که دور بعدی مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 از 16 تا 20 ژوئن یعنی 26 تا 30 خرداد ماه در وین برگزار می شود. خبرگزاری ها به نقل از محافل نزدیک به اپوزیسیون سوریه از کشته شدن ژنرال حسین اسحاق فرمانده پدافند هوایی سوریه در نزدیکی دمشق خبر می دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناظران حقوق بشر سوریه همچنین از پیکارهای شدید نظامی در شرق دمشق خبر دادند. یک مقام امنیتی سوریه به خبرگزاری فرانسه گفته است، نبردهای روز یک شنبه در شهر ملیحه که مقر نیروی هوایی سوریه است رخ داده. به گفته رامی عبدالرحمن، رئیس ناظران حقوق بشر سوریه، مرگ حسین اسحاق ضربه روانی سنگینی به رهبران دمشق وارد کرده است. ارتش سوریه تلاش می‌کند شهر ملیحه را از شورشیان پس بگیرد. این شهر از سال گذشته در محاصره ارتش بشار اسد است و از یک ماه پیش تا کنون روزانه از طرف نیروی هوایی سوریه بمباران می‌شود. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از سازمان شیعی حزب الله خواست تا نیروهای خود را از سوریه بیرون بکشد و منافع لبنان را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد. این دومین فراخوان علنی آقای سلیمان از دبیر کل حزب الله لبنان برای قطع حمایت نظامی از رژیم بشار اسد در کمتر از یک سال اخیر است.
میشل سلیمان ابراز نگرانی کرده که ادامه حضور شبه نظامیان حزب الله در سوریه لبنان را در معرض درگیری‌های بیشتر طایفه‌ای قرار دهد. هزاران نفر از شبه نظامیان حزب الله با مشارکت رایزنان نظامی جمهوری اسلامی در بازپسگیری بخش‌های وسیعی از سوریه از دست مخالفان بشار اسد نقش مهمی ایفا کردند. حسن نصرالله ماه گذشته ابراز پشیمانی کرد که چرا زودتر نیروهای خود را برای دفاع از حکومت بشار اسد به سوریه نفرستاده بود. منابع خبری با اشاره به نتایج نیمه رسمی انتخابات پارلمانی عراق اعلام کردند فهرست ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزیر عراق 96 کرسی از 328 کرسی را به دست آورده و در مقایسه با نزدیکترین فهرست رقیب 62 کرسی بیشتر کسب کرده است. پس از آن ائتلاف الاحرار جریان صدر با 34 کرسی و ائتلاف شهروند سید عمار حکیم با 31 کرسی در رده های بعدی قرار دارند. کمیسیون انتخابات عراق روز شنبه اعلام کرده بود اعلام نتایج انتخابات را به دلایل بازشماری آرا و شکایات موجود به تأخیر انداخته است. شورای عالی انتخابات مصر اعلام کرد به علت استقبال وسیع مصریان خارج کشور برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مدت رأی‌گیری را از روز یکشنبه به مدت 24 ساعت دیگر تمدید کرد. بر اساس برآورد این کمیسیون حدود 250,000 مصری واجد شرایط شرکت در انتخابات خارج از کشور می باشند. انتخابات برای مصریان مقیم خارج از کشور به مدت 3 روز از پنجشنبه گذشته شروع و قرار بود به مدت 2 روز پایان یابد، اما یک روز دیگر نیز تمدید شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری مصر روزهای 5 و 6 خرداد ماه برگزار شود. فاجعه انفجار در معدن زغال سنگ سوما در غرب ترکیه که در جریان آن 301 معدنچی کشته شدند به مجلس ملی این کشور کشیده شد. پلیس ترکیه 24 تن را از جمله اعضای اجرایی و عالی رتبه معدن سما را بازداشت کرده است. مهستان بختیاری از ترکیه گزارش می‌دهد. در ارتباط با حادثه معدن سوما در ترکیه 24 نفر از جمله دو مدیر ارشد این معدن از سوی مقامات قضایی بازداشت شدند. آنطور که مقامات قضایی عنوان کردند بازداشت این 24 نفر به اتهام سهل‌انگاری در تامین امنیت معدنچیان بوده. 5 نفر از این افراد آنطور که گفته شده پس از پایان بازجویی‌ها به دادگستری تحویل داده شدند و این احتمال وجود داره که افراد بیشتری هم در این رابطه دستگیر بشن. پیشتر شورای عالی قضات و دادستانی های ترکیه 28 دادستان رو مأمور رسیدگی به پرونده حادثه سوما کرده بود تا تحقیقات گسترده ای رو در زمینه دلایل بروز این حادثه انجام بدن. همینطور قرار هست روز سه‌شنبه فردا این موضوع در دستور کار پارلمان قرار بگیره. لایحه پیشنهادی این موضوع رو البته حزب جمهوری خلق و همینطور حزب عدالت و توسعه به مجمع عمومی پارلمان ارائه کردن و خواستار تحقیقات بیشتر در این زمینه شدن. از صبح روز یکشنبه هم عملیات امداد و نجات به پایان رسیده. تمامی فعالیت‌های این معدن هم تا اطلاع ثانوی تعطیل شده. در شرایط کنونی مسئولین دولتی و انتظامی اجازه ورود هیچ کس رو به معدن و محوطه اطراف اون نمیدن. تنها تیم بازرسان پرونده اجازه ورود به معدن رو دارن تا بتونن تحقیقات و بررسی‌های خودشون رو در زمینه سطح ایمنی کار معدن، علت بروز حادثه و همینطور وضعیت تهویه مطبوع معدن انجام بدن. در این رابطه هم اشاره بکنیم کمپینی از سوی دفتر نخست وزیری برای کمک به آسیب دیدگان معدن سوما و خانواده هاشون تشکیل شده و سازمان مدیریت بلایای طبیعی مسئول رساندن این کمک ها به خانواده آسیب دیدگان شده. البته برای کمک های مردمی هم شماره حساب های در بانک خلق و زراعت بانک در نظر گرفته شده. در اثر حادثه روز سه‌شنبه معدن سوما میدونیم متاسفانه 301 کارگر این معدن کشته شدن. اونطور که سازمان حوادث غیر مترقبه ترکیه در سایت خودش آمار کشته شدگان رو منتشر کرده، تا کنون جسد 294 نفر از کشته شدگان شناسایی شده و به خانواده هاشون تحویل داده شدن و مامورین امداد و نجات هم در طی مدت موفق شدن 486 نفر رو از این حادثه نجات بدن. حادثه‌ای که به هر حال در پی وقوع اون میدونیم تجمعات اعتراضی
اعتراضی گسترده‌ای در چند شهر ترکیه برگزار شد، از جمله شهر استانبول و ازمیر، و موجب درگیری‌های هم میان پلیس و معترضان شد. در همین رابطه هم بگیم روز یک شنبه در ادامه این در واقع اعتراضات، افراد ناشناسی با مواد آتش‌سا و سنگ به یکی از دفاتر فرمانداری شهر استانبول حمله کردند که خوشبختانه آسیب و تلفات انسانی رو به همراه نداشت. به هر حال همونطور که گفته شد، فعلا به حکم مقامات قضایی و دولتی از ادامه کار این معدن جلوگیری شده و کار تحقیقات در زمینه علل این حادثه ادامه داره. پس از 4 سال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای اعلام کرده 3 نفر از اعضای یک تیم تروریستی وابسته به حزب کومونه را که در انفجار سال 89 مهابد دست داشتند دستگیر کرده است. بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت اطلاعات، دستگیر شدگان اعتراف کردند که آموزش، تجهیز و تأمین مالی این تیم توسط حزب کومونه انجام شده است. در بمبگذاری سال 89 در هفته موسوم به دفاع مقدس در مهابد، به انگام رژه نیروهای مسلح 12 نفر کشته و 40 نفر مجروح شدند. بلافاصله احزاب دموکرات و کومونه و نیز جبهه متحد کرد و سازمان حقوق بشر کردستان این اقدام را محکوم کردند، اما اکنون جمهوری اسلامی حزب کومونه را متهم کرده است. فعالان حقوق بشر کرد نگران این موضوع هستند که دستگیری‌های جدید بهانه‌ای باشد برای اعدام زندانیان سیاسی کردستان. در رابطه با این موضوع، آقای زاگرس خسروی، عضو کمیته مرکزی حزب کومونه کردستان ایران در اربیل عراق، از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. آقای خسروی، نظرتان در مورد این اطلاعیه چیست؟ این اطلاعیه مثل همه ترفندهای دیگرش که جمهوری اسلامی و اطلاعات جمهوری اسلامی سپاه پاس دارن در رابطه با کردستان در 30 سال گذشته این اقداماتو کرده، این تبلیغات شما داره میکنه، به دلیل اینکه این عملیاتی که انجام گرفته، این کاری که شده، این انفجاری که شد حدود چند سال پیش بود و همون زمان اعلام کردن که عوامل اسرائیلن و این عوامل اسرائیل خودشون گفتن نیروهای غیبی امام زمان اینا رو تو مرز ایران و عراق کشتن و همان زمانی پرونده خاتمه یافت، از طرف خودشون هم خاتمه یافت. بعد از 3 سال پراکنده، همیشه هم میدونی کردستان یک میدان امنیتیه برای اونا و هر روز دستگیری ها زیاده، اعدام ها زیاده، مردم پراکنده میگیرن، هیچ ارتباطی هم ممکنه با تشکیلات ها نداشته باشن، ممکن طرفداری بکنن از تشکیلات ها، ولی هیچ کار اجرایی و عملی و مخصوصا در رابطه با انفجار که من بعدا براتون بگم که این شیوه از عملیات از انفجار در طول 30 سال گذشته که حتی اون زمانی که ما در اوج مبارزه مسلحانه و مقاومت مسلحانه بودیم، این متد متدی بود که کردستان و کردها استفاده نکردند. این متد متد فقط جمهوری اسلامی و تروریست ها جریانات مثل القاعده و اینا و ربطی هم به کردستان و به جنبش حق طلبانه کرد نداره. اصولا حزب کومونه کردستان ایران در داخل ایران مبارزه مسلحانه انجام میدهد یا خیر؟ بله، مبارزه مسلحانه ما داشتیم، مقاومت مسلحانه داشتیم، هنوز ما نیروی نظامی آماده برای دفاع مسلحانه داریم. ما مبارزه مسلحانه رو به عنوان مقاومت، شما اگه یادتون باشه در طول تاریخ این جنبش اسمش جنبش مقاومت، ما مقاومت کردیم در مقابل یورش جمهوری اسلامی. برای نمونه هم هست، اصلا فضای روزهای اول شما یادتون باشه اینا وقتی به مریوان حمله می کردن، ما اون زمان شهر مریوان رو خالی کردیم به خاطر اینکه بیان ما از جنگ در رفتیم، نمی خواستیم به جنگیم و این جمهوری اسلامی بود که جا این مبارزه رو به خشونت کشانده و این مبارزه هنوز هم که ادامه داره. ما به شیوه مقاومت و دفاع از جنبش حق طلبانه داریم دفاع میکنیم ازش و این مسئلهی که میخواد آلوده بکنه به شیوه متدهایی که میگه انفجار، ما یادتون باشه که سازمان ما و حزب کومله و من شهادت میدم برای حزب دموکرات هم همینطور، هر دو تا ما پیمان نامه‌ای با سازمان ژنو کال
سازمان بین المللی ضد مین دارن استفاده میکنن، ما از این متدا استفاده نمیکنیم برای مبارزمون. به نظر شما انگیزه جمهوری اسلامی از صدور این اطلاعیه چیست؟ شواهد بسیاری در دست است. در طول تاریخ این کارا رو کردن، همیشه یک ادعی رو آوردن، مخصوصا به خاطرتون بیارم که اعدام 59 نفری رو که در مهابد اعدام کردن، همزمان یک روز سال 59 59 نفر رو در کردستان اعدام کرد. همه اینا رو با پرونده های جعلی، با پرونده که زندان بودن و نمونه هاش هم شما دیدید که در بلوچستان، در جاهای دیگه هم همین اقدام ها رو کردن، کسایی رو از زندان میارن بیرون اعدام میکنن به جرم عملیاتی، حالا 4 سال تو زندان، به جرم عملیاتی که مثلا دیروز انجام گرفته. با سپاس از آقای زاگرس خسروی که از اربیل عراق با ما همراه بودند. به ادامه خبرها توجه فرمایید. کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به جمع‌بندی در مورد تعریف جرم سیاسی رسید. محمد علی اصفهانی سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس در گفتگو با ایسنا گفته ما در تعریف جرم سیاسی جرم جدیدی را تعریف نکردیم، بلکه اعمال مجرمانه به شرط اینکه با انگیزه سیاسی و بدون قصد ضربه زدن به اساس نظام باشد شامل تعریف جرم سیاسی کردیم. پیشتر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای تعریف جرم سیاسی به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بودند که در آن توهین، افترا و نشر اکاذیب نسبت به رؤسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب شده است. یک مقام نظامی ایران با هشدار به کسانی که در حوادث 88 شرکت داشتند گفته مجموعه رسانه‌های وابسته به جریان فتنه در راستای استراتژی براندازی حکومت دینی در حال برنامه‌ریزی و اقدام هستند. یک عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با هشدار به معترضان 88 اعلام کرده صلاحیت نامزدهای نزدیک به جریان انحرافی و فتنه‌گران در انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفته سکولاریسم مثل سال 1388 دوباره سر برآورده و برخی رسانه‌ها در ایران در راستای براندازی حکومت دینی فعالیت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، جزائری در جمع گروهی از دانشجویان نیروهای مسلح گفت مجموعه رسانه‌های وابسته به جریان فتنه در راستای استراتژی براندازی حکومت دینی با دو شکل علنی و مخفی در حال برنامه‌ریزی و اقدام هستند. جزائری از نهادهای امنیتی و فرهنگی خواسته بر فعالیت رسانه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی با جدیت نظارت کنند. این مقام نظامی اضافه کرده باید از وقایع دهه‌های 70 و 80 درس و عبرت گرفت و از ایجاد هر گونه خواب‌آلودگی و غفلت در برابر طیف فتنه‌گران جلوگیری کرد. معاون ستاد کل نیروهای مسلح همچنین مدعی شده که جریان‌های منحرف با وجود تحمل شکست سخت در فتنه 88 از غفلت برخی عناصر تاثیرگذار بهره برداری و با بازیابی خود مجدداً وارد صحنه شدند. وی افسوده جای تعجب و تأمل است که چرا دستگاه‌های مربوطه صرفاً نظاره‌گر تخریب روح و ذهن مخاطبان رسانه‌های دگراندیش هستند. معاون ستاد کل نیروهای مسلح همچنین گفته نباید جو کشور و جامعه به سمت و سوی برود که هر گونه اعتراض نسبت به ناهنجاری‌ها مخالفخوانی با دولت قلمداد شود. در همین راستا سیامک رهپک عضو حقوقدان شورای نگهبان هم با هشدار به معترضان سال 1388 اعلام کرد صلاحیت نامزدهای نزدیک به محمود احمدی نژاد یا جریان انحرافی و فتنه‌گران در انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نخواهد شد. به گزارش ایسنا رهپک گفت که نامزدهای این دو گروه در انتخابات گذشته رد شده بودند و در انتخابات آتی نیز شورای نگهبان همچون گذشته عمل خواهد کرد. وی افسوده شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت نامزدها تنها به قانون عمل می کند و علی‌رغم تبلیغات گسترده شبکه‌های مخالف نظام به وظیفه خود عمل می کند. رهبک مدعی شد که اقدامات شورای نگهبان باعث افزایش اعتماد مردم به این شورا شده است.
اظهارات این عضو حقوقدان شورای نگهبان در شرایطی بیان می شود که علی مطهری بارها اعلام کرده این شورا اجازه نخواهد داد در آینده مجلسی مستقل تشکیل شود. مطهری همچنین اظهار کرده شورای نگهبان اجازه نخواهد داد مجلس آینده در اختیار غیر محافظه کاران باشد. شورای نگهبان در جمهوری اسلامی به شدت جناحی و باندی عمل می کند. در همین راستا روز شنبه سایت محافظه کار نام نیوز در گزارشی از شیفتگان محمود احمدی نژاد در شورای نگهبان خبر داد و فاش کرد که احمد جنتی، محمد یزدی، عباس علی کبی و محمد مومن به عنوان چهار عضو فقهای شورای نگهبان و غلام حسین الهام و ابراهیم عزیزی دو حقوقدان شورای نگهبان از شیفتگان احمدی نژاد در انتخابات جنجالی و خونین 88 بودند که از رئیس دولت سابق به شدت حمایت کردند. نام نیوز در گزارش خود نوشت که حمایت این 6 نفر از احمدی نژاد در انتخابات باعث بروز مشکلات فراوانی در جریان انتخابات سال 1388 شد. سرهنگ مختار فرنانه سخنگوی ارتش لیبی امروز دوشنبه طی بیانیه‌ای تعلیق فعالیت‌های پارلمان این کشور را اعلام کرد. به گفته دولت موقت اداره امور کشور را بر عهده گرفته است. به گزارش العربیه آقای فرنانه گفته کمیته 60 نفره قانون اساسی که ماه مارس گذشته انتخاب شد مأمور قانونگذاری موقت به جای پارلمان شده است. به پارلمان لیبی را متهم کرد که در کنترل گروه‌هایی با ایدئولوژی‌های خاص قرار گرفته است. در همین حال لشکر قعقا وابسته به ارتش لیبی از ورود گردان‌های خود به طرابلس خبر داد. پیشتر نیروهایی از ارتش لیبی مقرهای پارلمان و دولت این کشور را به محاصره خود درآورده بودند. رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران اعلام کرده 25% معتادان تزریقی در تهران و 15% آنها در کل ایران مبتلا به ویروس بیماری ایدز هستند. مینو مهرس همچنین نسبت به شیوع ایدز در میان مصرف کنندگان ماده مخدر شیشه هشدار داد. دکتر مینو مهرس متخصص بیماری های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران روند افزایش ابتلا به ویروس HIV در ایران را نگران کننده دانسته و این افزایش را ناشی از رفتارهای پرخطر جنسی در اثر مصرف مواد روانگردان ارزیابی کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر مینو مهرس همچنین گفته که 25% معتادان تزریقی در تهران به ویروس HIV آلوده هستند. این رقم در کل کشور 15% است. مهرس همچنین درباره شیوع دوباره مصرف هروئین و انتقال ویروس عامل بیماری ایدز از طریق تزریق هشدار داد. مینو مهرس درباره شیوع مصرف مواد روانگردان در بین جوانان و رابطه آن با بالا رفتن آمار ایدز هم گفته است متاسفانه مصرف شیشه سبب از کار افتادن مغز این افراد شده و به علت از خود بی خود شدن در مهمانی ها و تماس های جنسی بین این افراد و عدم استفاده از وسایل پیشگیری بیماری ایدز بین افراد مختلف مصرف کننده این مواد افزایش پیدا می کند. بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده، شیشه دومین ماده مخدر پرمصرف در ایران پس از تریاک است. کراک، هروئین، حشیش و قرص اکستازی به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند. هشدار این کارشناس در حالی است که ماه گذشته هم سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس ایران گفته بود که تعداد معتادان در ایران حتی از افغانستان هم بیشتر شده است. محمد حسن قربانی این مسئله را نتیجه سیاست‌های ناکارآمد جمهوری اسلامی در مبارزه با مواد مخدر دانست. این نماینده مجلس گفته بود به نظر می‌رسد استراتژی‌های ما در طی 30 چند سال گذشته نتوانسته تغییری در زمینه وضعیت اعتیاد در کشور ایجاد کند. باید نوع مدیریت، نوع نگاه، نوع مبارزه با مواد مخدر را تغییر دهیم و همچنین باید وزارتخانه‌های دیگری علاوه بر وزارت بهداشت را درگیر موضوع مواد مخدر کنیم. در همین رابطه پیشتر نیز معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده بود که 4% از دانش آموزان در سنین 16 و 17 سالگی دست کم یک بار ماده محرک شیشه را برای موفقیت در امتحانات خود استفاده کردند. وی همچنین خاطر نشان ساخته بود که بیش از 1% از دانش آموزان به طور مرتب شیشه مصرف می کنند.
معاون دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر دلیل استفاده دانش آموزان و دانشجویان از ماده مخدر شیشه را وجود ماده ریتالین در آن دانسته که باعث تقویت حافظه و افزایش توان شب بیداری می شود و تصریح کرده بود که دانش آموزان تحت تاثیر تبلیغات غلط و ناآگاهی از این داروی روانگردان استفاده می کنند. پیشتر نیز یک آسیب شناس اجتماعی با استناد به تحقیق انجام شده در این زمینه مدعی شده بود که از هر 10 دانشجو 6 نفر سابقه مصرف ریتالین دارند و آن را با اسامی چون قرص شب امتحان یا قرص دانشجویی خریداری می کنند. بر اساس آمار رسمی 1,325,000 معتاد در ایران وجود دارد و روزانه 8 نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می دهند. همچنین 46% از زندانیان افرادی هستند که مستقیم با مواد مخدر ارتباط داشتند و 25% نیز غیر مستقیم و به واسطه مواد مخدر در زندان هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ایران توان صدور گاز به اروپا را ندارد و حتی برای مصرف داخلی نیازمند واردات گاز از خارج است. پیشتر وزیر صنعت ایران پیشنهاد تامین گاز اروپا توسط ایران را مطرح کرده بود. علی مجدی معاون امور بین الملل وزیر نفت در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود ایران به دنبال یک معامله برد گازی با کشورهای اروپایی است. به دنبال تیره شدن روابط روسیه و اتحادیه اروپا در جریان بحران اوکراین و نگرانی‌ها درباره صدور گاز روسیه به اروپا، ایران آمادگی خود را برای صادرات گاز به اروپا اعلام کرد. این خبر واکنش روزنامه تندروی کیهان را به دنبال داشت که از صدور گاز ایران به اروپا انتقاد کرد و نوشت ایران باید در ماجرای اوکراین طرف روسیه را بگیرد. مجلس شورای اسلامی ایران روز 28 اردیبهشت طرح انتقال پایتخت از تهران را به بررسی ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد کلیوند، نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این خصوص اعلام کرد، به دلیل داشتن بار مالی این طرح برای دولت، نمایندگان مجلس با ارجاع آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی موافقت کردند. پیشتر برخی نمایندگان مجلس نسبت به مغایرت طرح انتقال پایتخت با قانون اساسی هشدار داده بودند. بر اساس اصل 75 قانون اساسی، مجلس نمیتواند طرحی را تصویب کند که برای دولت بار مالی دارد. در پی انتشار عکسی از روبوسی لیلا حاتمی با ژیل یاکوب رئیس جشنواره کن، لاله افتخاری دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواهان برخورد جدی با لیلا حاتمی شد و گفت نباید زنانی که در بستر نظام جمهوری اسلامی امکاناتی برایشان فراهم شده تا به هنری دست پیدا کنند از این بستر سوء استفاده کنند و به آبروی نظام اسلامی ضربه بزنند. به همچنین گفته وزارت ارشاد باید تکلیف خود را با این هنرمندان که جایگاه زن ایرانی را در خارج از مرزهای ایران رعایت نمی کنند مشخص کند. حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر ارشاد هم گفته این گونه حضورهای نامناسب که اخیراً در جشنواره کن اتفاق افتاده همسو با اعتقادات دینی ما نیست. پیشتر و در سال 2012 نیز لیلا حاتمی که با لباسی پوشیده در کن حضور یافته بود با انتقاد شدید مسئولان جمهوری اسلامی مواجه شد. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه بودید. شب و روز شما خوش.